دانش آموزان عزیز پایه ششم از سراسر کشور که امروز در کلاس ریاضی هوش محاسباتی ششم حاضر هستند. انشاءالله که حال همگی خوب باشه. بعد از یک وقفه چند روزه در کلاس هامون کلاس های تی ان تی مون رو شروع میکنیم. طرح نکته و تست برای ورودی آزمون سمپاد رو در خدمتون هستیم. سلام به روی ما همتون، خوش آمدید به کلاس خودتون. انشاءالله که سالم و سرحال و سلام روبرا باشید. ایلیا علیاری، روزبه مسلمی، احمد رضا همتی، مبینا خانوم، امیر حسین جلیلی، مهیار غفاری، ترانه چوپان، فرهاد سیاد، حسنا صادقی، فرناز نظرعلی، امیر رحمتی، یلدا یعقوبی، مهدی واحدیان، عرفان، سما پناهلو، یلدا تلهان، همونطور که میدونید ابوالفضل نخعی. بله خیلی از اسمای جدیدی هم هستن که به جمع ما اضافه شدن. خدمتتون عرض بکنم که دوره جامعه رو با هم دیگه در سال گذشته سپری کردیم. حالا اونایی که جمع اضافه شدن یا حالا دوره جامعه رو جای دیگه بودن یا با معلماشون سپری کردن، به هر حال دوره کتاب درسیشون رو گذروندن دیگه، که اومدن سر این کلاس و که یه کلاسی باشه برای آمادگی آزمون تیزهوشان. سلام روی ماه همتون. پرناز نصیری، ابوالفضل اسدی، من به مرور در این کلاس اسم همگی رو میخونم. سال نو همتون مبارک باشه، ایشالله که سالم و سرحال باشید. ایشالله اولین در واقع اتفاقای خوب در سال جدید همین قبولیتون تو سمپاد باشه یا مدارس خوبی که خودتون و خانواده هاتون دلتون میخواد تو اون مدارس قبول شید و وارد شید و ایشالله دبیرستان رو اونجاها درس بخونید. و اگر هم قبول نشدید، نمیخوام صحبت از ناامیدی بکنم، اتفاقی نیفتاده، کلی مطلب یاد گرفتید، کلی کار کردیم و به دانشتون اضافه شده. مهم اینه که تلاش خودتون رو دارید میکنید. ولی من مطمئنم همه بچه‌ای که اینجا هستید مدارس خیلی خوب قبول میشید و اکثرتون میرید توی مدارس تیزهوشان. امیر حسین عسکری، محمد جواد جعفریان، نیما نظری، حامد بیرامی، امیر عباس، محبود، حامد، همتون ایشالله که سالم و سرحال باشید. درود به همه بچه هایی که از قبل با هم بودین، در دوره جامعه بودن و همه اونایی که جدید به ما اضافه شدن. خب همونطور که میبینید انفجار بزرگ رخ داد و TNT ششم برای آزمون تیزهوشان شروع شد. خب ما توی دوره جامعه چیکار کردیم؟ تو دوره جامعه اومدیم کل کتاب ششم رو زیر و رو کردیم. نه تنها کل کتابو، بلکه مطالب بیشتری هم گفتیم که بچه‌ها قوی قوی ششم رو آماده تموم کنن. حالا هدف از این چند جلسه کلاسمون چیه؟ هدف از این چند جلسه کلاس اینه که ما دیگه بریم سراغ اصل مطلب تیزهوشان. بگیم آقا این آزمون تیزهوشان پیش رود، تو این آزمون تیزهوشانه چه اتفاقای قراره بیفته. شما الان ششم رو بلدی، کلی مطلب بلدی، 6 سال دوره ابتدایی رو تموم کردی، این همه مطلب تو ذهنته، این همه کار کردی، حالا میخوای بری سر جلسه تیزهوشان بشینی. تو تیزهوشان تو بخش ریاضی و هوش محاسباتی چی میخواد بیاد؟ البته یادتون باشه، حالا من الان جدول براتون توضیح میدم. تو آزمون تیزهوشان دو تا دفترچه بهتون میدن، بذار بریم روی اسلایدش براتون توضیح بدم که خوب براتون در واقع آگاهی بیاره. ببینید بچه ها، این جدول رو دوستان من دقت بکنن. خب این جدول رو نگاه بکنید. آزمون تیزهوشان به این سبکی که شما دارید شرکت میکنید از سال ورودی 95-96 شروع شده، یعنی 6 دوره این سبک آزمون برگزار شده. این سبک آزمونی رو که شما امسال میخواییم برید شرکت کنید، یعنی این پایین اضافه میشه 1401-1402، یعنی شما ورودی های ایشالله سمپات میشید در سال 1401 و 1402، اینجا برای شما ایشالله اضافه میشه سال بعد. حالا تاریخچه این آزمونی که شما میخواین شرکت بکنید چی هستش؟ خوب دقت بکنید. سال ورودی بچه هایی که میخواست سال 95 وارد سمپاد بشن، که حالا عیدشون بعد عیدشون میشد 96،
اولین دوره‌ای که به این شکل برگزار شد، چون دوره‌های قبل آزمون سمپا جورای دیگه‌ای بوده، خیلی روی کرده هوش نداشته. خب ولی از اون دوره‌ای که الان مثل شما داره برگزار میشه، اولین دورهش که برگزار شد یه دفترچه سوال بیشتر به بچه‌ها تحویل نمیدادن، یه دفترچه میدادن میگفتن اونو حل بکنید. تو دل کل سوالش هم 15 تا سوال بود، 15 تا سوال هوش بود که بهشون میدادن در زمان 15 دقیقه، نمره منفی هم داشت و تو بین سوالات اصلا سوال محاسباتی و ریاضی اصلا نداشتیم، هیچی نبود. سال بعدش دوباره همون اتفاق تکرار شد، عین سال قبلی انجام شد. سال بعدی سال 97-98 سال بعدی اومدن چیکار کردن؟ یه دفترچه باز دادن، کل سوالا شد 60 تا و زمان آزمون شد 50 دقیقه. زمان آزمون شدش 50 دقیقه. حالا چون 60 تا دیگه سوال بود دیگه، که یه آزمون معروفی بود، تست ریون بود، اون تست رو در واقع برگزار کردن، یه تست روانشناسی بود، اون تست رو برای بچه‌ها برگزار کردن و بچه ها اون آزمون رو دادن. بعد اومدیم از اون سال بعد، یعنی 3 سال اخیر، اومدن سبک رو باز عوض کردن، هوش گفتن هستش، سوال هوشی هستش، حالا کردنش 2 تا دفترچه دیگه. از 3 سال پیش تا حالا، یعنی شما میشالله میخواییم برین سر جلسه آزمون، 2 تا دفترچه بهتون میدن. جفت دفترچه ها تحت عنوان استعداد تحلیلیه. بچه ها ما یه استعداد تحصیلی داریم که همون کتاباتون و درس و مشقتون و سوالایی که از کتابتون میاده، یه استعداد تحلیلی داریم که اون بحث هوش و کلاسایی که ما کار میکنیم الان تحت اون عنوان استعداد تحلیلیه. یعنی شما باید چیزایی که یاد گرفتی رو بیان چیکار کنید؟ تحلیلش بکنید. پس تحت عنوان استعداد تحلیلی این کلاسا رو میریم جلو و دفترچه ها رو بهتون میدن، یعنی 2 تا دفترچه استعداد تحلیلی میدن. این 2 دفترچه چجوریه؟ یه دفترچه 60 سواله، یکی 40 سواله. یه دفترچه 60 دقیقه زمان، یه دفترچه 20 دقیقه زمان. نمره منفی هم داره. ببینید هر سال نمره منفی بوده، این نیست که نمره منفی نباشه، همیشه نمره منفی بوده. تعداد سوالای هوش محاسباتی، هوش ریاضی که بخوای حساب کنی، تو ریاضی حساب کتاب بکنی، تعداد سوالای حساب کتابیش حدوداً دیگه 20 تا بوده، حدوداً دیگه 20 تا. البته بالا پایین شده 1-2 تا، ولی معمولاً دیگه 20 تا نرمش بوده. از در واقع 3 سال پیش به این ور 20 تا رو بوده. پس دیگه محاسبات ریاضی و سوال هوشی، این کلاسی که از دوره جامعه من باهاتون کار کردم و الان دارم ادامه میدم، خدمتتون عرض بکنم که 20 تا سوال حدودا شما دارین، که این 20 تا سوالش معمولا تو این دفترچه اولیه میاد، معمولا تو این دفترچه 60 سوالیه میاد. تو قسمت بعدی، تو اون دفترچه دومیه، بیشتر سوالای چی میاد؟ بیشتر سوالای خدمتتون عرض بکنم که سرعت و دقت و هوش و اینجور چیزا میاد، تحلیلی بیشتر میاد. اینورا تحلیلیه که حالا وارد موضوع بشیم، میبینید که خود ریاضی محاسباتی هم جنبه تحلیلی داره. اونایی که تو آزمون فورتی که ما شرکت میکنن میبینن که من سوالای قسمت هوش ریاضی محاسباتی رو که میدم، توی قسمت هوش محاسباتی تحلیل سوالات خیلی مهمه. میبینن که سوال موضوعش کار شده، موضوعش گفته شده، ولی نکته خاصی نداره. باید فکر کنیم، تحلیل بکنیم و در واقع به پاسخ سوال چیکار کنیم؟ برسیم. تحلیلیه در واقع یه جورایی. به این ترتیب آزمون سال 98-99 و 99400 هم برگزار شد. اما دوباره پارسال یه تغییر کوچولو دادن، یعنی سال گذشته بچه ورودی سمپات که اومدن یه تغییر کوچولو دادن. کجا تغییر دادن؟ اینجا سوالا 2 تا دفترچه 60 سواله دادن. همیشه تو 2 سال قبلی 60 به 40 بود، 2 تا 60 تایی دادن اون دفعه سال مال پارسال، که زمانم باز اومدن اضافه کردن دیگه. وقتی تعداد سوالات اینجا کردم 75 دقیقه، اینجا هم کردم 25 دقیقه، یعنی 100 دقیقه بچه های پارسال بودن. اگر برای شما هم بخواد این پارسال برگزار بشه، این روال رو داره، یعنی ایشالله
در تاریخ 26 خرداد که رفتین سر جلسه آزمون، اول یه دفترچه میدن که در واقع استاد تحلیلیه، بعدی هم استاد تحلیلیه، منطقه اولی بیشتر جنبه محاسباتی و مثلا هوش کلامی و هوش در واقع طبیعیتون و هوش محاسبات ریاضی تو اینه، و اون هوش‌های تجسمی و سرعت دقت هم بیشتر میاد توی این دومیه. زمانش هم که به این صورت داره. نمره منفی هم که بچه‌ها داره دیگه، همه یا این آزمون‌ها نمره منفی داره، چون نمره منفی نداشته باشه اصلا سنجش به درستی اتفاق نمیافته. نمره منفی نباشه یعنی بچه‌ها آزمون رو شانسی میزنن میره. نمره منفی نباشه هر کی هر چی دلش خواست میزنه، اتفاقی هم نمیفته، فقط غلطاش نمره کم میشه اگه نمره منفی نذارن. وقتی نمره منفی میذارن شما با احتیاط میزنی، یعنی اون سوالی رو که مطمئنی درستی میزنی. چرا؟ چون اگر شانسی بخوای بزنی، سه تا سوال غلط بزنی، سه تا غلط یکی از سوال خوباتو هم، یعنی درستاتو هم خراب میکنه. سه تا غلط یه دونه از درستات رو هم خراب میکنه. پس بنابراین نمره منفی داره یعنی این که دوست عزیز من، شما باید چیکار بکنی؟ باید سر جلسه آزمون حواستو شیشتون جمع بکنی، با حوصله، با دقت تستتو بزنی و درست مطمئن که شده گزینه رو بزنی. وقتی شک داری گزینه رو نزنی. حالا این قضیه هم با هم حالا در طول کلاس هم با هم صحبت خواهیم کرد که حالا 50-50 بزنیم نزنیم، یا مثلا تو چه درصدی شک داشتیم بزنیم، بعدا صحبت میکنیم. ولی فعلا از من قبول بکن که اونایی که مطمئنی رو فعلا بزنی، یعنی هر سوالی رو که دیگه مطمئنی مولا دردش نمیره بزنی. یه دفترچه رو همه سوالایی که مطمئنی رو بزنی، بعد برگردی. حالا برگردی بهت میگم چیکار کنی، در طول این کلاس هم باهات صحبت میکنم و میگم که باید چیکار بکنی. این روال و تاریخچه آزمون های سمپات به این شکلی که شما دارید شرکت میکنید توی این 6 سال اخیر بوده که ایشالله اگه تغییری نکنه شما مثل این مدل آخریه آزمون رو خواهید داد. پس این در واقع توضیحاتی که لازم بود براتون بگم که ایشالله بتونید در واقع متوجه باشید و بدونید که دارید چی کار میکنید، کجا میخواین شرکت بکنید. حالا اسلاید بعدیم راجع به چی میخوام صحبت بکنم؟ در مورد خب این بعدی، اسلاید بعدیمه، خب این ردیف و موضوع و تعداد رو میبرم اون بالا که الان بتونید همش رو یه جا ببینید. ببینید بچه ها، تو آزمون در واقع سمپاد یا همون تیزهوشان که میخواییم براش آماده بشیم و تست بزنیم و بریم ایشالله جلو، خوب دقت بکنید. تو این 6 دوره که گفتم بهتون، گفتیم 3 دورش فقط ریاضی محاسباتی و هوش محاسباتی بوده دیگه، این درسی که من قراره باهاتون کار بکنم، درست؟ 3 دورش محاسباتی بوده، این 3 سال اخیر محاسباتی بوده. تو این سه سال توی این آزمون هایی که برگزار شده این موضوعات اومده، یعنی شما دوره ابتدایی رو کامل پشت سر گذاشتی، بعد از این همه اطلاعاتی که یاد گرفتی و کتاب ششمت، این موضوع تا حالا تو آزمونا اومده بوده، تا حالا تو آزمونا اینا اومده بوده، این موضوع اومده. اگر خوب دقت کنی میبینی که خیلی از موضوعایی رو که خوندی تا حالا تو آزمونای این 3 ساله نیومده. ببینید من به ترتیب نوشتم اون سوالایی که بیشترین حجم در واقع سوالو داشته. ردیف اول رسیده به الگویابی، حدود 28 سال، بالغ بعد بیشتر از 28 سال من معتقدم، چون تو قسمت در واقع سوالای هوش و سرعت دقت هم تو اونجا هم الگویابی آخه میده، یعنی علاوه بر اینکه تو ریاضی محاسباتی الگویابی میده، تو بقیه قسمت‌های هوش هم باز الگویابی میده.
حتی تو هوش کلامی هم شما الگویابی دارید، یعنی سوالای الگویابی به شدت زیاده. که من تو دوره جامعه کتاب ریاضی ششم که شروع کردیم، مثلا درس اول الگویابی بود دیگه، کلی الگویابی با هم کار کردیم و باز هم اینجا با قرار کار بکنیم. چرا؟ چرا الگویابی با کار کنیم؟ چون تقریبا تو این سه سال بیشتر سوالا الگویابیه. پس دوست عزیز من، تا میتونی الگو کار کن، هی الگو کار کن، صبح زور شب الگو کار بکن، همینطور الگو کار بکن. چون ببین با اختلاف اول شده، یعنی تو این سه سال همینطور الگویابی اومده تو امتحانا، یعنی امسال هم خیالت راحت باشه همینطور الگویابی میاد. سری دوم سوالا استدلال و منطقه، سوالای استدلال و منطق که حالا به وقتش رسید که بخوام براتون توضیح بدم میگم که سوالای استدلال و منطق چیه. آقا اینا که تو کتاب ها نبوده، تو کتاب ریاضی ششم استدلال منطق وجود نداره که. نگران نباش، داد و بیداد نکن، ناراحت نشو، آقا اصلانی اومده که این مشکلات رو برات توضیح بده دیگه، جای نگرانی نیستش. موضوعای ریاضیشو بلدی، ولی حالا چطوری اومده در قالب استدلال و منطق من میخوام برات توضیح بدم. تو جلسه‌ای که رسیدیم بهش برات این تیپ سوالا رو توضیح میدم که از دانشتهات استفاده کنی، تحلیل کنی، سوالای استدلال منطق رو بزنی. آه اینجا رو نگاه کن، سوال نسبت تناسب در سطح، فصل 6 کتابتون و همینطور پنجم هم خوندیدش، رتبه سومو داره. یعنی نسبت تناسب درصد یکی از اون قسمتاییه که تو آزمون تیزوشان ازش سوال زیاد اومده تو این سه ساله. تو این سه ساله 6 تا سوال ازش اومده. حالا این نیستش که بگیم آقا مساوی سالی دوتا، نه، سالی بوده بیشتر اومده، سالی بوده کمتر اومده. حالا به جلسهش که رسیدیم با هم راجبش صحبت میکنیم کدوم سالا بیشتر اومده، کدوم سالا کمتر اومده. حل مسئله و راهبردها، مسئله حل کردن، مسئله با راهبردهای رسم شکل، حدس و آزمایش و کلی از اینجور داستانا که حالا ایشالا براتون تو جلسه خودش توضیح میدم. مسئله حل کردن باید قوی بشید که حالا ایشالا با هم کار بکنیم و نگرانی نداره. سوالای هندسه که حالا تو کتاب ششم فصل پنجمتون میشد دیگه، منتها نه فقط فصل پنجم دیگه، از دانستهای قبلیتون تو ابتدایی هم باید کمک بگیرید. تو قسمت هندسه 4 تا سوال اومده. بعد دیگه از این به بعد مسائل، ببینید اینجا رو، مسائل سن و سال، مسائل سن و سال مسئله هاییه که چیه، در واقع موضوع درسیمون که نیستش که بگیم آقا مثلا فلان فصل سن و ساله، نه، فلان فصل سن و سال نیستش. ببین تو آزمون تیزهوشان تو ریاضی و هوش محاسباتی مسئله سن و سال اومده. یعنی چی مسئله سن و سال اومده؟ که میخوام اتفاقا امروز یکی از بحثام همین مسائل سن و ساله، میخوام راجع بهش صحبت بکنم. ما میگیم که آقا جان کلاسای TNT برای بچه‌ها لازمه به این خاطره که سازمان استعداد درخشان میگه آقا من بر پایه کتاب سوال میدم. درستم میگه ها، یعنی شما این تیپ سوالای سن و سال زیاد حل کردی در حد مثلا چیز، ولی موضوع درسی سن و سال که نداریم، یه سوال مدرسه ایه. ولی حالا ما باید ببینیم روی کرد سوالای تیزهوشان به سوالای سن و سال چجوریه. اینو تو این کلاس ها بهش میپردازیم که امروز اتفاقا باهاش کار داریم. یکی از موضوعات که امروز میخوام صحبت کنم همین قسمته. یه سری سوالای متفرقه اومده، همیشه مثلا بوده، مثلا دو تا سوال متفرقه بوده که حالا موضوع خاصی نبوده، یه مسئله یه با هم کار میکنیم. که این تیپ سوالای متفرقه هم میگم که بهتون چجوریه، میبینید که اصلا این کدوم درس برمیگرده، اشکال نداره. بعد در مورد موضوع ساعت، در مورد ساعت یه بار سوال اومده، در مورد میانگین یه بار سوال اومده، اولویت عملیات ریاضی یه بار سوال اومده، کسرها یه بار سوال اومده، کفایت دادم یه بار سوال اومده. کفایت داده چیه؟ کفایت دادم امروز میخوام راجعش براتون صحبت کنم. امروز بعد از این صحبت مقدماتی راجع به کل بحث تیزهوشان و بحث به خصوص با رویکرد دارم چیز کار میکنم و ریاضی و هوش محاسباتی، چون میدونید که بحث هوش کلامی رو با استاد مقدسی دارید، بخش هوش تجسمی و در واقع تحلیلی رو با استاد زیارتی دارید، هوش طبیعی رو با استاد میرحسنی دارید،
اونا هم خود میگن که تو این دفترچه هایی که من الان بهتون گفتم اینجا تو صفحه قبلی دو تا دفترچه 60 یکی 60 سوالی میدن 120 سوال، همه ما رو هم اونجا 120 سوال داریم. من دارم راجع به مثلا حدودا 20 تا از سوالاش با شما صحبت میکنم دیگه. ان شاء الله اون اساتیدم راجع به بقیه قسمت های خودشون باهاتون صحبت میکنن که کلا موضوع رو بفهمید. پس ببینید بچه ها، تا حالا این موضوع اومده، حالا آیا امسال هم فقط از این موضوع سوال میاد؟ قطعا باید با اطمینان بگیم نه. ما طبق آمار میگیم آقا و در واقع عقل سلیم و احتمال میگیم آقا ما همه موضوع رو باید کار کنیم. چرا؟ چون بالاخره ازشون حداقل یه بار اومده، ممکن امسال هم بیاد. اون موضوعایی که دیگه بیشتر اومده که دیگه قطع به یقین میخواد بیاد، 100% میخواد بیاد دیگه، اونا باید بیشتر کار بکنیم. منتها موضوعای اضافه تر هم باید کار بکنیم. چرا باید کار بکنیم؟ دلیل من اینه میگم آقا از این سوالا یکی یه بار اومده. خب یکی یه بار اومده، اون سالی که اومده سال قبلش که نبوده که، درست؟ یعنی اون باری که اومده سوال سال جدید بوده اومده، بچه ها رفتن دن تا حالا سوال راجع به اولویت عملیات در ریاضی نمی اومد، چطور امسال شانس ما اومد؟ پس شما باید همه چی رو خوب بلد باشید کار بکنید که حالا رفتید سر جلسه بتونید از پس همه سوالات ایشالله بر بیاد. پس به این ترتیب در واقع ما اومدیم بحث رو باز کردیم که چه اتفاقی توی هوش محاسباتی و ریاضی افتاده تا حالا تو سمپاد و چه قرار انجام بشه، و حالا من قراره ته این جلساتی که با شما دارم بیام چی کار بکنم؟ این موضوع رو کار بکنم، موضوع دیگه رو هم کار بکنم، تا ایشالله به موضوعی که به خصوص احتمال میدم بیشتر تو آزمونتون بیاد، تا ایشالله همه تون آماده و سرحال برین تستا رو بزنین و قوی بشین. با تیم همکارامون اومدیم که ایشالله تو درسای مختلف اینو براتون توضیح بدیم و برین جلو. خب بازم سلام عرض میکنم خدمت شما. آقای هیرا رحمانزاده جزوه، بله جزوه بارگذاری شده، جزوه کلاسمون بارگذاری شده، براتون میتونید بردارید. ما به این ترتیب جلو میریم که جزوه کلاس که من پایتخت کار میکنم رو یکی دو روز قبل از کلاسمون بارگذاری میکنیم تو پنلتون و میتونید بردارید و در واقع چیکار کنید؟ استفاده بکنید. بعد همون جزوه رو هم من تو کلاس براتون چیکار میکنم؟ توضیحش رو میدم. در پایان کلاس هم تکلیفاتون رو میذاریم، برای هر موضوع تکلیف میذاریم خدمتون که به حالا آخر کلاس توضیح میدم. میرید تکلیفات رو حل میکنید و میفرستید و طبق اون میتونید بدید بقیه کتاب هم چیکار کنید؟ کار بکنید. این در واقع چیزیه که روال کار ما توی این کلاس ها هستش. خب اگر دوستان من سوالی دارم توی این مقدمات، یا درخواست بدن یا اینجا بنویسن. اونایی رو که خدمتتون عرض بکنم که اینجا بنویسید، من خدمتتون اونایی که بتونم توضیح میدم. اونایی که نمیتونید بنویسید، درخواست بدید که با هم صحبت بکنیم یه چند دقیقه برای این موضوع میذاریم و بعد میخوایم بریم سراغ دو تا از این موضوع رو شروع کنیم برای جلسه صفرمون. انشالله بریم جلو که از کار عقب نمونیم. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ بله خدا رو شکر. خودتون رو معرفی کنید لطفا. ملینا خانی هستم. بله خانم ملینا خانی از تهران، درسته؟ بله. بله از قدیمی های کلاسینو ملینا خانی. استاد من توی حل مسئله مشکل دارم، یعنی میفهمه چه نمیتونم مثلا حلش کنم. ببین حل مسئله ایشالا اینجا حل مسئله و راهبردها تو اون جلسه که میخوام اینو توضیح بدم
کامل اینا رو برات مفصل توضیح میدم که چی کار بکنی. البته در خلال کلاس ها به مسئله هایی که برخورد میکنین میگم باید چی کار بکنید، به ویژه تو اون جلسه ای که میخوام مسئله و راه برد و بگم، تو اونجا در واقع توضیح کامل میدم که روی کردتون با اینا باید چجور باشه. بعد که اون روی کرد رو یاد گرفتید، هی باید حل بکنید، هی باید حل بکنید، یعنی حداقل روزی دو سه تا مسئله هی حل بکنید تا براتون این چیزی که میگم جا بیفته. پس حواست باشه تو اون جلسه که میخوام مسئله و راهبردها رو بگم بتونی انشالله یاد بگیری. چشم. بعد گفتن که توی آزمون امسال بیشترین سوالا رو از ریاضی و هوش تجسمی میارن. کی همچین حرفی رو زده؟ نمیدونم، به ما توی پشتیبانی به ما پیام داد که اگر میتونیم بیشتر روی اینا کار بکنیم، روی ریاضیات و هوش تجسمی. ببین اصلا همیشه اینطوری بوده، یعنی این نیست که مال امسال باشه، منتها چون هنوز بخشنامه که اومده قطعی رو اعلام نکرد که مثلا چه اتفاقی میفته، ولی میدونیم دو تا دفترچه هست مثل پارسال، حالا دو تا 60 ممکنه سوالاش خود بالا پایین بشه، منتها اولویتتون رو خب میذارید روی، خب معلومه سوال ریاضی و تجسمی خب سوال بیشتری داره دیگه، کلاسایی که من خدمتتون هستم و استاد زیارتی سوالای بیشتری داره، ولی هوش کلامی هم سوال به قدر خودش داره، هوش طبیعی یه خود کمتر هستش، منتها کسی که میخواد قبول بشه باید رو همه اینا سرمایه گذاری بکنه، به جهت اینکه شما یه تست این ور اون ور ممکنه شانستو از دست بدی، کما اینکه سوالای هوش کلامی هم میتونه شما رو جلو بندازه. متوجه چی میگم؟ چون بعضی بچه‌ها براشون آسون‌تره اونا. بله درست شد؟ بله ممنونم، خواهش میکنم، موفق باشی. خداحافظ. امیرعباس علی بگی، من نهم این جلسه به دردم میخوره. امیرعباس جان شما پای نهم هستی، باید فردا فکر میکنم کلاس استاد اردستانی رو شرکت بکنی، این جلسه برای ششم هستش، برای کلاس بچهای ششم این کلاس هستش، تا حدودی شبیه به هم هست، ولی خب به هر حال کلی تفاوتا داریم که حالا تو نهم چون سوالای استاد تحصیلی هم میاد و اونجا حالا استاد اردستانی براتون توضیح میده، یعنی علاوه بر سوالات هوش سوالات خود کتاب درسی رو هم دارید تو نهم که اونجا حالا براتون توضیح میدن. حتما ببینید که برنامه کلاسای نهم به چه صورت، دبیرای نهم تو کلاسای خودشون، این هفته همه جلسه صفر داریم که جلسه صفر رایگانه برای انتخابتون، شرکت بکنید برای نهم، اونجا به درتون بیشتر میخوره، چون من الان فقط باید راجع به ششم و رویکردمون تو ششم صحبت بکنم، اگه کسی دیگه ای هستش که میخواد صحبت کنه صحبت بکنه، من دو سه دقیقه دیگه درسمو شروع بکنم. بچه‌ها مطمئنا نمیتونیم همه رو واسه کنیم که سوالاتونو بنویسید، من هی لابلای کلاسام براتون چیکار میکنم توضیح میدم دیگه، اشکالاتون چی سوالایی که پرسیدید براتون توضیح میدم. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خودتون معرفی کنید لطفا، صداتون نمیاد. فرها جان سوالات متفرقه رو خدمتون میگم، به موقعش که رسید میگم، آقا این سوالا سوالایی بوده که اومده تو هیچ موضوع درسی نبوده، میگیم که بیشتر مسئله هستش، براتون توضیح میدم به وقتش. ببینید سلام علیکم، بفرمایید حال شما خوبه؟ ممنونم استاد، شما خوب هستید؟ الحمدلله ممنون، خودتون معرفی کنید لطفا. من یلدا یعقوبی هستم استاد. بله خانم یلدا یعقوبی، قبلا ما بودی دیگه درسته؟ نه استاد، من تازه به جمعتون اضافه شدم. پس اسمت آشنا هستش برای من، خیلی عالی، خوش آمدی به جمع کلاسینو. خیلی ممنون استاد. از کدوم شهر هستین شما؟ من از شهرستان فیروزآباد هستم. از شهرستان فیروزآباد کدوم استان؟ به استان فارس. استان فارس، خیلی عالی، خوش به حالتون، الان دیگه استان فارسی ها بهترین آب و هوا رو دارین تجربه میکنین روزا، درسته؟ بله. خب بفرمایید در خدمتون هستیم. استاد من سوالم این بود، من کلاس سالانه رو باهاتون نبودم ولی خب آفلاین رو دیدم، خیلی عالی، و خب یه سری آزمون های فورتیک بود برگزار می شد، من می خواستم سوال بپرسم ببینم
من که الان تازه اومدم اون موقع آفلاین میدم کلاس ها، میتونم این آزمون های فورتیکو بدم؟ بله، دو تا دیگه آزمون فورتیش مونده، یه دونش همین هفته است، یه دونش هم در واقع تو اردیبهشته. این دوتا در واقع آزمون های پایانی مونه. بله به شدت براتون مفیده، میتونید شرکت بکنید. سوالاتش خودمون طرح میکنیم، مثلا ریاضی هوش محاسباتیشو خودم طرح کردم بر اساس در واقع کتاب درسیتون و چیزایی که تو آزمون اومده شبیه سازی کردیم. و در واقع تو فورتیک ما، یعنی خودتون هم شرکت کنید میبینید که ما تو فورتیک اومدیم سوالات رو یه ذره سخت‌تر هم گرفتیم. از یعنی سوالات فورتیکی که ما دادیم از سوالات خود تیسوشان شرکت که میبینید که سوالات ما سختره، به خاطر اینکه بچه ها دیگه اون سخته رو خوب خوب بزنن کار کنن، دیگه این یکی تیسوشان دیگه راحت میتونن شرکت بکنن. بله خیلی ممنون استاد. خواهش میکنم، انشالله که موفق باشید. خوش آمدید. خدا. خب بچه ها بریم موضوع های درسیمون رو شروع بکنیم، بعد خلالش این جلسه و جلسات بعد توضیحات لازم میدم. خیلی از سوالاتتون بچه ها، کلاس تا 5 و 20 دقیقه، همیشه 1 ساعت و 20 دقیقه کلاس داریم. خیلی از سوالاتتون در حین کلاس براتون توضیح میدم، یعنی حواستون به کلاس باشه. من اینجا دارم نگاه میکنم تو ذهنم میمونه، چون همون لحظه اگر نتونم بگم هی در حین کلاس بهتون میگم. خدمتتون عرض بکنم خیلی از سوالات شاید نشه تو کلاس در واقع مطرح کرد و جواب داد. میتونید برای اینکه پاسخ سوالاتتون رو بگیرید یا تو اینستاگرام حامد اصلانی دات ریاضی اینجا پیام بدید، این تو اینستاگرام هستش، یا شماره واتساپ هم اینجا هستش. اگر سوال چه در زمینه آزمون و اینجور سوالایی که به این صورت هستش و تو کلاس وقت نمیشه بهتون پاسخ داده بشه، از این سوالا کلاس رو نگاه بکنید. در حین کلاس من میگم، ولی باز اگر این وقتی به جواب سوالت نرسیدی میتونی یا تو اینستاگرام یا تو واتساپ به هم پیام بدی، من اونجا جواب سوالتو ممکنه همون لحظه نه، ولی تو اولین فرصتی که فرصت کنم حتما جواباتون رو میدم بهتون، چه سوالای این چنینی چه سوالای درسی. من این توصیه رو حتما بهتون میکنم بچه ها، سوالای درسیتون چه از مثلا سوالایی که دارم تو جزوه حل میکنم، چه تو تکلیفا دارم براتون میدم، چه جایی تو کتابا دارید میزنید، سوالی براتون پیش میاد که نیاز دارید راهنمایی بشید، میتونید برای من بفرستید که یا همونجا جوابتون رو میدم یا برنامه‌ریزی میکنم تو کلاسام که باهاتون دارم، حین کلاسام اون سوالا رو مطرح میکنم و حل میکنم براتون که زمان رو هم از دست ندیم. چون واقعا بچه که تو جامعه با بابا بودن میدونن حین کلاس خیلی وقتا خیلی از سوالات بچه ها خب میمونه، طبیعتا فرصت نمیشه به همه جواب بدیم. میتونید سوالایی که براتون پیش میاد و برای من ارسال بکنید، من اینا رو چیکار میکنم، یا همونجا بهتون جواب میدم، یا اگر سوال خوب و مفیدی باشه بین برنامه ها میذارم و تو سر جلسه ها براتون چیکار میکنم توضیح میدم که انشالله همه جوابای سوالاتون رو بگیرید و با اعتماد به نفس و آرامش کامل برین سر جلسه ببینم چیکار میکنید. بریم خلاصه کارمون رو شروع بکنیم. خب اما خدمت دوستان عزیزم عرض بکنم که من اولین موضوع رو بیارم، بریم رو اولین موضوع مون کار بکنیم. خب اولین موضوعی که میخوام با هم کار بکنیم کفایت داده است. اولین موضوع کفایت داده است. کفایت داده چیه؟ خدای بزرگ، ما تو کتاب ریاضی ششم موضوع کفایت داده نداریم، فصل کفایت داده نداریم که ای چیه پس اومده تو آزمون. میگیم داد نزن، نگران نباش، حوصله داشته باش، الان موضوع رو حلش میکنیم، مشکل الان حل میشه. نگاه کنید بچه ها. خب بازم بره بالاتر یه ذره. اوکی. خب ببینید بچه ها، این سوال کفایت داده مال تیسوشان پارسال، همین پارسال اومده بوده. یه درس اخلاقی میخوایم از این بگیریم، یه درس اخلاقی. اون درس اخلاقی چیه؟ دوست عزیز من، کفایت داده همونطور که تو جدول اول
کلاس برات گذاشتم کفایت داده فقط یه بار تو این 3 سال اومده و اونم پارسال بوده. یعنی بچه‌هایی که پارسال رفتن سر جلسه تیسوشان اگر نگاه میکردن به آزمونای گذشته میدیدن تا حالا هیچی کفایت داده نیومده، تا حالا هیچی کفایت داده نیومده، ولی وقتی رفتن سر جلسه دیدن کفایت داده اومده. یعنی اگه میخواستن به سالهای پیش نگاه کنن باید اصلا کفایت داده کار نمیکردن. ولی باید درس بگیریم که آقا اگر یه مدل سوالی تا حالا نیومده این نمیشه که دیگه امسال نیاد، ممکنه امسال برای اولین بار بیاد. پس باید تمام موضوعهای احتمالی تو این زمینه رو ما خوب کار بکنیم. حالا کفایت داده چیه؟ کفایت داده یعنی کافی بودن اطلاعات. حالا آقا مگه آموزش پرورش نگفته که ما فقط از کتاب ابتدایی میدیم، از ششم میدیم، مثلا پنجم میدیم، از در حد کتاب میدیم؟ پس چی بوده این سوال ما داده؟ چرا همچی سوالی داده؟ میگیم بله این چیزی که به شما داده خارج از سواد شما که نیستش که. یه سوال داده میگه سواد شما رو من میخوام بسنجم. ای ششمی، آقا پسر، دختر خانم، شما که تا حالا 6 سال درس خوندی سواد داری یه همچین چیزی رو حل بکنی دیگه؟ قرار نیست یه فصل اختصاصی برای این موضوع بوده باشه که. حالا بیا بر اساس سواد به این مدل سوال جواب بده. یعنی چی؟ خوب بریم نگاه کن. فریدون فرزند پنجم خانواده است. باشه، میگه حداقل اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه سن او در کدوم گزینه اومده؟ یعنی چی؟ یعنی قراره ما سن ای آقا فریدون رو محاسبه بکنیم، منتها فقط بدونیم فرزند پنجمه کافی نیست، سوال باید اطلاعات دیگه هم به ما بده تا بتونیم سن آقا فریدون رو مشخص بکنی. حالا اینجا میگه حداقل اطلاعات کدومه؟ این خوبه، جفتش خوبه، در واقع هیچ کدومش به درد نمیخوره، چی بالاخره؟ اینا رو ما بگید. میگیم باشه، خوب نگاه کنید اینجا رو. فرزند ششم دوازده سال است. با فریدون 5 سال اختلاف سنی داره. خب پس ششمی 12 ساله است، یعنی پنجمی بزرگتره دیگه. مرسی از جوابا، مرسی از این همه دانش آموز همراه، مهور احمدی، مهیا، ترام چوبال، مهباز، ریس و سابت، بهار، فاطمه، آنیسا، یلدا، زهرا، فرهاد، رضا محمودی، مرسی که دارید همین که من سوال دارم توضیح میدم دارید جواب میدید. رادان خاندان، پارسا حقگود، آفرین بر شما ها که همینطور دارید سرحال حواستون به کلاس. محمد ارمیا ملک نیا، محشید خلج، فرناز نظرعلی، ماشاءالله این دوستای سرحال آماده، مها محمودی، ابوالفضل اسدی امین. خب پس فرزند پنجمی بزرگتره. چقدر بزرگتره؟ 5 سال. وقتی این 12 ساله است پس آقا فریدون 17 سالشه. خب ما الان به این میگیم کفایت داده دیگه. یعنی اگه سوال بگه فریدون فرزند پنجمه، این اطلاعات هم به ما بده، خودسری میتونیم سوال رو حل میکنیم دیگه. پس آقا این الف به تنهایی برای پاسخ به این سوال کافیست. الف به تنهایی برای پاسخ به این سوال کافیست. درست شد؟ حالا اونایی که داد و بیداد میکردن وای خدای بزرگ همچین چیزی ما نداریم تو کتابمون. خدای بزرگ چرا پای خدا رو میکشی وسط؟ سواد داری دیگه، فقط یه خود مدلش باحال شده، اطلاعات از صورت مسئله داده، خیلی هم جذاب اتفاقا.
بریم قسمت ب. بعضیا تا دیدن این اوکیه میرن جواب تست رو میزنن. نه نه نه، تو کفایت داده باید بری همه داده ها رو بخونی. میگم بهت چرا، میگم بهت چرا. فقط یکیشو خوندی به جواب رسیدی، خوشحال نشو، برو بقیه هم بخون چون نیازه. فرزند سوم 7 سال از فریدون. خب آقا پس این کارو بکنیم، فرزند اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. خب فرزند سوم 7 سال از فریدون. خب سومی اینه، فریدون فرزند پنجمه. 7 سال از فریدون و 2 سال از فرزند چهارم بزرگتره. درست شد؟ میگه آقا این 7 سال از فریدون بزرگتره، از فرزند چهارم هم 2 سال بزرگتره. خب خب حالا این اطلاعاتو گفتی، آیا با دونستن این اطلاعاتی که اینجا گفتی میتونیم ما سن فریدون رو به دست بیاریم؟ آیا میشه؟ نه که نمیشه. مرسی پرها محمدی، ماهور احمدی، پرناز نصیری. نه که نمیشه. این اطلاعاتی که تو به گفته برای پاسخ به این سوال کافی نیست، به درد نمیخوره. پس حداقل اطلاعات لازم آیا الفه؟ آیا به؟ هر دوتاشونو با هم نیاز داریم یا اطلاعات ناکافیه؟ گزینه 4 که رد میشه چون اطلاع الف کافی بود دیگه. آیا هم الف و ب رو با هم نیاز داریم؟ میگیم نه، ما الف رو به تنهایی با الف تونستیم سن فریدون رو به دست بیاریم به تنهایی، دیگه به ب نیازی نداریم که، پس سم لازم نیست. آیا ب به تنهایی نیاز؟ اصلا ب به تنهایی اصلا کار رو ران انداخت. پس پاسخ میشه گزینه 1، یعنی جمله الف حداقل اطلاعاتی که برای این سوال لازمه. خدا کنه از این سوال تو امتحان سمباد امسال بیاد، خدا کنه کفایت داده امسال بیاد، یه تست میزنیم جلویی. حالا بریم اینجا ببینید بچه ها، آقا اشته میزنه تخته منو ثابت میکنی؟ ببخشید. خب تختمون ثابت بشه. خوب دقت کنید بچه ها. حالا تو سوالات کفایت داده 5 تا اتفاق میفته، چون حتی اینجور سوالا رو 5 گزینه‌ای هم میدن، 5 گزینه‌ای هم ممکنه بدن. بچه ها توی کفایت داده یا فقط اطلاعات الف کافیه؟ آها بذار اینجوری بگم، اطلاعات الف کافیه ولی ب کافی نیست. مثل همین سوالی که الان حل کردیم که پارسال اومده بوده، مثل همین سوالی که پارسال اومده بوده که فقط اطلاعات الف کافی بوده، اطلاعات ب کافی نبوده. درست شد؟ یا برعکسش، اطلاعات فقط ب کافیه، اطلاعات الف کافی نیست. این الف هستش، اشتباه تایپ. یا هر کدوم از الف یا ب به تنهایی کافی باشه، یعنی الان ممکن بود تو این سوالی که ما حل کردیم با الف حل کردیم سوالو، ممکن بود با ب هم جداگونه بتونیم حلش کنیم، ممکن بود ب هم جداگونه اطلاعاتش کافی بود، اون وقت در واقع این حالت پیش می اومد. یا اینکه هیچ یک به تنهایی کافی نباشد اما با هم کافی هم. یعنی جفت اطلاعات الف و ب رو با هم ما بدن میتونیم سوالو حل بکنیم. یا اینکه هیچ کدوم از دو جواب کافی نباشه، هیچ کدومو به ما نده، یعنی اطلاعاتی که داده الف و ب، نه الف کافیه نه ب کافیه نه با هم کافیه، هیچ کدوم به درد ما نمیخورن. پس این 5 تا اتفاق تو سوالات کفایت داده میفته. درست شد؟ که حالا توی سوالات که میریم جلو الان راجع به اینا باز بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم. بریم بازم مثال حل کنیم. خب اینجا من تغییر میدم، نمیتونم دیگه چیزش کنم. خب
حالا این سوال، خریداری با استفاده از تخفیف توانسته 250 تومان از قیمت اصلی کالا رو نده، پس مقدار تخفیفش 250 تومانه. مقدار تخفیف 250 تومانه. حداقل اطلاعات برای محاسبه قیمت اصلی کالا در کدوم گزینه اومده؟ بریم بررسی کنیم. الف میگه خریدار از 20% تخفیف استفاده کرده. خب وقتی خریدار 20% تخفیف گرفته، خب یعنی چی؟ یعنی جدول تناسب ببندیم، جدول تناسب ببندیم، بگیم از 100 تا 20 تاشو ندادیم، تخفیف گرفتیم. خب حالا تخفیفمون چقدر بوده به تومن؟ 250 تومن بوده. 250 تومن. میخوایم جا خالی رو پیدا بکنیم. حالا از هر راهی که دوست داریم، راه‌های مختلف برای حل تناسب یاد گرفتیم، میتونیم جواب دست بیاریم که میشه 1250. پس الف به تنهایی کافی بوده تا اینجا. حالا بریم ب رو بررسی کنیم. بریم ب رو بررسی کنیم. قیمت اصلی 25% بالاتر از قیمتی بوده که خریدار پرداخته. خب یعنی چی؟ یعنی اینطوری. خب قیمت اصلی از اون پولی که خریدار پرداخته 25% بالاتر بوده. خب اگر اینجا بیایم قیمت پرداختی رو 100 بگیریم، قیمت اصلی 25% بالاتر بوده، پس میشه 125%. 125 میشه کلمون. حالا میگه قیمت اصلی 25% بالاتر بوده، یعنی پس 25% میشه تخفیفمون دیگه، که ما اومدیم قیمت اصلی 125 بوده، ما 25 تا بالاتر از 100 پرداخت کردیم، پس تخفیفمون 25 بوده. تخفیف 25 بود. این 25 تخفیف دیگه، به تومن میشه همون 250. باز دوباره اینو حل بکنیم، جواب میشه 1205. پس ببینید بچه ها، الان الف به تنهایی کافی بود، یعنی اگه سوال فقط الف رو میداد میتونستیم سوال رو حل کنیم. ب هم به تنهایی کافی بود، یعنی فقط ب رو میداد میتونستیم سوال رو حل بکنیم. پس بنابراین حالا که این اتفاق افتاده، کدومو بزنیم؟ فقط جمله الف؟ فقط جمله ب؟ آفرین، جوابا داره میاد. مرسی محکوم مظاهری، رئیس و سادات، مهیار غفاری، پرهام، بهار بگزاده، احمد عبداللهی. حالا آیا جمله الف و ب با هم باید باشن تا ما سوالو حل کنیم؟ داریم میبینیم نه، جدا جدا هم حل کردیم. آها، جمله الف یا ب، یعنی یا الف رو بده یا ب رو بده، میتونیم سوال رو چیکار بکنیم؟ حلش بکنیم. پس اگه برگردیم به این قسمت اینجا، ببینید این الان کدوم حالت میشه از بین این حالتهایی که گفتم؟ این میشه. هر کدام از الف یا ب به تنهایی چیه؟ کافیه. درود بر شما ماهان، ماهان سفرزاده، علی مظفری پور، النا حشمتی. پس هر کدام از الف یا ب به تنهایی چی بوده؟ کافی بوده. یعنی این مورد ما توی این سوال داشتیم الان. پس ممکنه تو سوالی که تو آزمون بیاد هر کدوم از این اتفاقا بیفته. مهم اینه که ببینید الان وقتی شما اومدی تو تی ان تی نشستی، فرقت با اون دوستایی که الان تی ان تی نشستن اینه که وقتی بری سر جلسه آزمون سوال کفایت داده که بدن، میگی آه اینا هاش اومد، میزنیش میره. ولی اونی که در واقع با این سوال برخورد نکرده، با اینکه سوادش هم داره ها، ولی میگه وای این دیگه چیه، خدای بزرگ، نمیشه اینو حل کرد، به زمین و زمان در واقع خلاصه نفرین میکنه. ولی وقتی شما کار بکنی، ببین ما میگیم بچه ها تمرین بکنید، الان سر کلاس نشستی اینا رو یاد گرفتی، برو کفایت داده تمرین کن. از کجا؟ جزوه دارم برات میذارم. از کجا؟ آخر کلاس تکلیف دارم برات میذارم. آقا کمه. از کجا؟ کتاب به بچه های کلاس، کتاب هوش کامل معرفی کرده بودیم، انتشارات گاش، کتاب هوش کامل معرفی کرده بودیم. برو قسمت که فایده داداش انتخاب کن بزن. آقا ما غیر از این کتابای ما دیگر رو داریم، ایتی داریم، مهر و ماه داریم، به کمپلکس داریم، نمیدونم
چی ب... اون یکی چی بود؟ اسمارتیز داریم، کلی کتاب های دیگه داریم. باشه برو کفایت داداشو پیدا کن بزن، یعنی کلاسو کار کن، برو اضافه هم تمرین کن. اون وقت دیگه سر جلسه آزمون که رفتی ایشالله 26 خرداد 9 صبح تا این سوال اومد میگه اتای رو هوا میزنیش. این به میگیم کار کنید به این درد میخوره، میگیم کار کنید به این. میدونم مهدی هم میگه هوش کمپلکس دارم، بعدا میگم به کمپلکس. بله سیف میشه منصور جان. بله بله. خب بریم یکی دیگه حل بکنیم، بریم یکی دیگه حل بکنیم. خب آقا این آها رنگ انتخاب کنم. آها الان درست میشه. آها دست درد نکنه. خب یه سوال دیگه میخوایم حل بکنیم، اینو نگاه کن کفایت داده، بریم جلو. خب سعید 27000 تومان داره، باشه خیلی هم خوب، سعید 27000 تومان داره. اگر او فقط اسکناس های 1000 تومانی چه سوال خوبیه این سوال، 1000 تومانی، 2000 تومانی، 5000 تومانی، 10000 تومانی، یعنی این 27000 تومنش، این 27000 تومنش اینجوریه پولاش، اگر او فقط اسکناس های انقدی داشته باشه، آن هم حد اکثر 3 تا، یعنی از هر اسکناسی 3 تا بیشتر نداره. دقیقا چند اسکناس 1000 تومانی داره؟ خب چند تا 1000 تومانی تو پولاش دقیقا میگه میتونیم مشخص بکنیم. بریم شروع کنیم. اطلاعات اولیه‌مون رو به ما داده، حالا با این اولیه ها ما نمیتونیم به دست بیاریم چند تا هزاری توش داره. ببینیم کدوم یکی از این اطلاعات به درد ما میخوره. میدونم که آتوسا گردانی، رادان خاندان، روز به مسلمی، اسما رستم نژاد، فرناز نظرعلی، محیا محمودی دارن کار میکنن و گزینه ها رو میزنن و همینطور بقیه دوستان، آلی، آنیسا، کسرا، آیدا، برید جلو. خب چجوری حل کنیم؟ میگم الف، فعلا با اطلاعات الف کار داریم. میگه سعید فقط دو تا اسکناس 5000 تومانی در اختیار داره. خب ببینید بچه‌ها، من الان میام اینجا یه دونه جدول بکشم. 5000 تومانی، بعد 10000 تومانی، بعد 10000، 5000، 2000 تومانی و در نهایت 1000 تومانی. درست شد؟ حالا میگه چی؟ میگه آقا دو تا 5000 تومانی داره، 5000 تومانی دو تا. خب دو تا 5000ی، دو تا 5000 میشه 10000 تومان، تا 27000 تومان 17000 تومان میخواد. این 17000 تومانو معلومه که 17 تا 1000ی نمیتونه استفاده کنه. چرا؟ چرا 17 تا 1000ی نمیتونه؟ چون اینجا گفته حتی اکثر از هر اسکناس 3 تا میتونه داشته باشه، 17 تا 1000ی که نمیتونه داشته باشه که، پس 17 تا 1000ی نمیشه. با 2000ی هم زیاد میخواد تا اون 17000 تومان رو پر کنیم، پس اینم به درد ما نمیخوره. پس حتما برای اون 17000 تومان باید یه اسکناس 10000ی هم داشته باشه. تا اینجا شد چقدر؟ تا اینجا شد 20000 تومان. برای 7000 تومان بقیه 7 تا 1000ی نمیتونه داشته باشه، 7000ی نمیتونه داشته باشه، چون گفته حد اکثر 3 تا از هر اسکناس داره. خب میگیم خب یه کاری بکنیم، اگه یه دونه 2000ی برداره چی؟ اگه یه دونه 2000ی برداره، اگه یه دونه 2000ی برداره، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ 5000 تومان بقیهشو باز نمیتونه از 1000ی ها استفاده بکنه، چون 3 تا 1000ی بیشتر نمیتونه استفاده کنه. خب دو تا 1000ی برداریم، دو تا 1000ی میشه 4000 تومان. خب 3000 تومان و 3 تا 1000ی میتونه بذاره. اما یه کار دیگه هم میتونه بکنه، یعنی این وضعیت باشه بیاد 3 تا 2000ی بذاره، میشه 6000 تومان، اون 7000 تومان مابقی رو 1000ی هم بذاره. یعنی ما با اطلاعاتی که قسمت الف داده، ما به با استفاده از قسمت الف ما دو تا جواب برای این سوال میتونیم به دست بیاریم. گفته دقیقاً چند تا اسکناس، ما الان
اسکناس هزاری داریم میگیم یا این حالت، یعنی یا 3000 تا یا یه دونه هزاری میتونه استفاده کنه، درسته؟ دقیقاً نمیتونیم بهش بگیم، با استفاده از اطلاعات الف دقیقو نمیتونیم بگیم، دقیقو نمیتونیم بگیم، میتونیم بگیم یا این یا این. اگه مثلا میگفت بگیم چند تا جواب داره، چه مدلایی، بله با الف میشد، ولی دقیقو با این نمیتونیم بگیم. خب حالا اب نداره، بریم برم بخونیم تو کفایت داده، نباید زودی گزینه رو رد یا مثلا تایید بکنیم، بریم بعدی رو هم بخونیم. بعدی چی میگه؟ بعدی میگه که صورتی بریم اینو. بعدی میگه سعید فقط دو تا 2000 تومانی استفاده کرده. خب دو تا 2000 تومانی میشه 4000 تومان، 23000 تومان مونده. او 23000 تومان رو 23 تا هزاری که نمیشه، 2000 هم که بقیه رو نمیتونه استفاده کنه چون فقط دو تا 2000 استفاده کرده. اون 23000 رو اگه بخواد اسکناس 5000 تومانی هم رو استفاده بکنه که باز میزنه بالا از 3 تا، پس مجبوریم چیکار بکنیم؟ اسکناس چی برداریم؟ 10000 برداریم. خب اگه یه دونه 10000 برداریم، یه دونه 10000 برداریم، تا اینجا میشه 14000 تومان. 13000 مابقی رو که از این نمیتونیم برداریم. بعد 13000 مابقی رو، 13000 مابقی رو باید بیایم چیکار بکنیم؟ 13000 مابقی رو بیایم مثلا دو تا از این برداریم، سه تا هم هزاری برداریم. الان درست شد دیگه، اینجا 10000، اینجا 10000، 20000، 24000 با این میشه 27000. یا این کارو میتونیم بکنیم. ببینیم حالا حالت دیگه هم میتونه اتفاق بیفته، این که دو سر جاش بود، اینم که یک سر جاش بود. حالا ما با اینجا شد 10000، اینم 14000، 13000 تومان دیگه مونده. اون 13000 تومان بعدی رو ما گفتیم حالا بیایم چیکار بکنیم؟ 13000 بعدی رو بیایم به جای اینکه دو تا از این برداریم، از این بر نداریم، دو تا از این برداریم، دو تا از این برداریم، سه تاشو از این بریم. یعنی از 5000 استفاده نکنیم. اینجا گفته او فقط از این اسکناسا داره استفاده میکنه، اون هم حد اکثر 3 تا. پس حالتی که هیچی نباشه رو در نظر نگیریم. پس بنابراین اگر این حالت رو در نظر بگیریم میشه پاسخ صحیحمون. یعنی فقط با ب ما میتونیم دقیق به دست بیاریم، یعنی فقط اطلاعات ب رو به ما بده، ما میتونیم دقیق به دست بیاریم که چند تا اسکناس 3000 اینجا چیه؟ کافیه. به این ترتیب، به این ترتیب پس بنابراین ما میتونیم این گزینه رو تایید کنیم. اما بریم ببینیم آیا دو تا اطلاعات الف و ب رو با هم داشته باشیم چطور میشه. دو تا اطلاعات الف و ب رو با هم داشته باشیم، دو تا اسکناس 5000 تومانی اینهاش، دو تا اسکناس 5000 تومانی میشه خود همین حالته. پس اگه الف و ب با هم بیان میتونیم سوالا دیگه حلش بکنیم، دقیق بگیم آقا چند تا داره. پس آیا اطلاعات کافی نیست؟ میگیم نه بابا کافی بود، کافی بود، تونستیم جواب دست بیاریم. با استفاده از هر دو جمله الف و ب میتونیم؟ بله، با استفاده از هر دو تاشون میتونیم. ب هم به تنهایی میتونستیم یه کارایی بکنیم، یه نظری بدیم، ولی دیگه گزینه کامل و درسته اومد، یعنی با الف و ب با هم ما میتونیم این سوال رو چیکار کنیم؟ حل بکنیم. جمله الف هم که به تنهایی اصلا دیدیم کافی نیست. چرا؟ چون نتونست دقیق به ما جوابو بده. پس به این راحتی میتونیم سوال رو حل بکنیم. محمد ارمیا ملک نیا، النا حشمتی، مهدی توانا، رضا محمودی، ماهور احمدی، دوستان خیلی عالیه که همراهی و همکاری میکنید، واقعا اینطوری لذت بخشه، هم برای من هم برای شما که با هم دیگه میریم جلو. اونایی هم که میدونم سر کلاس هستن ولی فعالیت نمیکنن، شما هم بیاین به جمع فعالیت کنید، بنویسید اسمتون اینجا بخونیم، کیف کنیم دور هم با هم دیگه. یه مدتی که سر کلاسیم از درس خوندن و با هم دیگه سوال حل کردن لذت ببریم. اینکه تنهایی بشینیم گوش بدیم، فیلم سینمایی که نگاه نمیکنه که، بعد تئاتر اینجا بازی نمیکنم که، فیلم که بازی نمی کنم، درس با هم کار میکنیم، دو طرفه با هم دیگه کیف کنیم بریم جلو. پس
به این صورت ما میتونیم سوالات کفایت داده رو حل کنیم و بله مثل بهار بگذاره و بقیه دوستان دعا میکنیم که امسال هم کفایت داده بیاد تو سوالاتمون مثل پارسال. خب سوال آخر کفایت داده، سوال آخر کفایت داده چی میگه؟ اینو نگاه کنید بچه ها، من اینو یه جور متفاوتی دادم که اینو میخوام یه توضیح روش بدم. چرا اینجوری دادمش؟ چون سوال دادم بهت، بعد نگاه کن گزینه فقط گذاشتم. آها پارسال که کفایت داده اومده بود همینطوری که دیدید اومده بود، درست؟ اما سوالات کفایت داده رو اینجوری هم میتونن بدن. آه اینجوری یعنی چی؟ نگاه کنید، ننوشته الف ب، الف و ب با هم هیچ کدام به تنهایی، اونجوری ننوشته، به این صورت نوشته. خب یعنی چی؟ اگه یه وقت سوال کفایت داده رو اینطوری اینطوری داد چی کار کنیم؟ آیا داد و بیداد کنیم؟ نه. نگاه کنید آخرین سه شنبه ماه تیر 97 چه تاریخی بوده؟ خب باید بریم تقویم رو وا کنیم. نه نه دست نگه دارید، بازم اطلاعات میدیم، نه این سراغ تقویم. باش اطلاعات چیه؟ میگه آخرین دوشنبه تیر ماه 25 بوده. خب آخرین دوشنبه تیر 25 بوده، پس سه شنبه میشه 26. پس سه شنبه چندمه؟ 26. حالا دیگه چون تو تیرم 31 روز است، الان شما 7 روز بذاری رو این تا هفته بعد سه شنبه بخواد بیاد، دیگه از 31 میزنه بالا میفته تو ماه بعدی، پس معلومه آخرین سه شنبه تیر ماه 26 بوده. ما با اطلاعات الف سوال رو حل کردیم. بریم سراغ ب. آخرین روز تیر ماه یک شنبه است، پس یعنی 31 تیر یک شنبه بوده. خب همینو میاریم عقب تا برسیم به سه شنبه، میشه با سه شنبه 26 تیر. یعنی با اینم میتونیم سوال رو حل کنیم، یعنی الف به تنهایی کافیه، ب هم به تنهایی کافیه. خب حالا کدوم گزینه رو بزنیم؟ آها سوال میاد به شما اطلاعات میده، اون اطلاعاتی من اونور بهتون دادم، پس الان فهمیدیم الف و ب به تنهایی هر کدوم کافیان. میاد این اطلاعات رو به شما مینویسه، میگه اگر این حالت بود گزینه الف رو بزن، اگه این حالت بود گزینه دو رو بزن، این گزینه سه، این بود گزینه چهار، این بود گزینه پنج. الان ما هر کدوم از الف یا ب به تنهایی کافی بود دیگه، پس پاسخ میشه گزینه سه. آرتین موسوی، فرهاد سیاد، آتوسا گردانی، ملینا خانی، سید محمد حسینی، معین احمد عبدالله، ابوالفضل ستایش، درود بر شما، گزینه سه رو بزنیم. یعنی یه موقعهایی اینطوری هم ممکنه کفایت داده رو بده، اون گزینه ها رو بده، بگه برای حالا کدوم گزینت میشه، این اینجوری برو بزن. پس بنابراین امروز ما تا اینجا با همدیگه اومدیم چیکار کردیم، تاریخچه تیزهوشان و چیکار میخوایم بکنیم و چه کارایی داریم رو براتون لیست کردم. اولین موضوع هم با همدیگه شروع کردیم به کار کردن تحت عنوان کفایت داده، تحت عنوان سوالاتی کفایت داده. پس بنابراین اگر این تیپ سوال تو آزمونا بیاد به راحتی میتونید شما دیگه حلش بکنید. بعد از کلاس من حتما سراغ تکلیفا برید، سراغ کتاباتون برید و موضوع کفایت داده را قشنگ چیکار کنید، کار بکنید و بزنید، به امید خدا که این موضوع رو خوب خوب بلد باشید تا ایشالله موضوعهای بعدی رو خدمتتون من بگم و بریم جلو. نذارید انبار بشه. چرا؟ چون ما هر هفته دو جلسه، شنبه و سه شنبه ها هستیم، همه این جلسه ها موضوع جدید میگیم، هی موضوع جدید میگیم. اگر اینا رو هر روز روز خودش کار نکنید و تست نزنید، اون وقت میرسیم آخر دوره، آخر اردیبهشت 26 روز مونده امتحانتون، اون وقت میگید وای من تستا رو نزدم، کلاس شرکت کردم، تمرین نکردم، حالا 26 روز میخوای این همه رو تست بزنی، سختت میشه. باز تو این فاصله بیا که ایشالله مشکلاتت هم حل بشه. عرض کردم در هر زمینه ای که مشکل داری یا سوال داری، حتما سوالاتت رو یا تو اینستاگرام برام بفرست،
یا همونجا من جواب تو بدم یا میخوام مثال و سوال حل بکنم سر کلاس. اگر مثال و سوال شما خوب باشه همون رو حین کلاس حل میکنم که در واقع هم جواب شما رو داده باشم هم از اتلاف وقتمون صرف در واقع صرف جویی کرده باشیم، اتلاف وقت نداشته باشیم، بتونیم کارو بریم جلو. تو واتساپ هم میتونید به این شماره مسائلتون رو بپرسید و در واقع بریم جلو. خب بریم موضوع بعدی. یه موضوع دیگه هم برای امروز تدارک دیدیم. خب اون موضوع چیه؟ موضوع بعدیمون اینه. خب موضوع دوممون موضوع سن و سال. موضوع سن و سال. خب اجازه بدید اونایی که سوال دارید یا اگه میتونید سوالتون رو بنویسید یا گفتم از اون طریقا به من ارسال بکنید یا آخر زنگ یکی دو دقیقه میذارم که برای اگه میخواین وصل بشین که من موضوع دوم رو هم امروز براتون مطرح کنم. خب موضوع دومی که میخواییم بررسی بکنیم چی هستش؟ موضوع دوم بچه ها در مورد سوالات سن و سال هستش. سوالات سن و سال. سوالات سن و سال همونطور که اول کار توضیح دادم تو این سه دوره که برگزار شده دو تا سوال ازش داشتیم. جزو سوالات پرطرفدار طراحاست سوالات سن و سال. یعنی طراحا معمولا سوالات سن و سال رو دوست دارن تو آزمونای تیزهوشان بدن. یه بار سال 98-99 اومده، یه بار سال 99400، یعنی دو سال پشت سر هم اومده. پارسال نیومده بوده، پارسال این تیپ سوال نیومده، ولی دو سال اومده. جزو سوالای مهم هستش، چه بسا امسال هم برای ما بیاد. بریم این دو تا سوالی که تو خود آزمون اومده بوده رو بررسی بکنیم، بعد بریم سوالای اضافه تر. کتاب رو عرض کردم خدمت شما، عرض کنم که از جزوه خودم و تکلیفی که براتون میذارم استفاده بکنید. اگر میخواین کتاب بگیرید، کتاب هوش کامل گاج رو من تو کلاسم معرفی کردم. هوش کامل انتشارات گاج هستش، تألیف آقای امام نیری و اسدالله و خانم آبگینساز. کتاب خوبیه، موضوع رو همه رو دستبندی داره و میتونی پای من بیای جلو کار بکنی و انجام بدی. اما اگه کسی کتاب گرفته و نمیخواد یه کتاب جدید بگیره، کتاباش خوبه، قطعا یا ایتی گرفتید یا میگم مال هوش کمپلکس رو گرفتید یا اسمارتیس رو گرفتید، بد نیست اونا رو میتونید در واقع استفاده بکنید و طبق موضوع بیاین جلو. ولی اگر بخواید با کلاس هماهنگ باشید، جزوه خودمون، تکلیفایی که تو پنل میذارم و کتاب هوش کامل، اینا رو ما تو کلاس با هم هماهنگیم، بچه‌ها همه اینو دارن. خب حالا درود از جواباتون. بله سمپادیوم هم بله خوبه. خب سوال چی بوده؟ میگه خانومی در سال 93 در سن 42 سالگی فوت کرده. 93 42 سالش بوده، فوت کرد. اگر وی دو برابر برادر دوقلوی خود زندگی کرده باشه، خب این خودش 42 سال زندگی کرده، برادرش، این میگه دو برابر برادر دوقلوش زندگی کرده. خب دوقلو هم در واقع هم سالن دیگه، پس اون بنده خدا 21 سال بوده زندگی کرده، پس برادره 21 سال زندگی کرده. برادر 21 سال، خواهر 42 سال زندگی کرد. حالا پس از دو سال از فوت برادرش ازدواج میکنه، پس معلومه خواهره در سن چند سالگی ازدواج میکنه؟ 23 سالگی. بله سن 23 سالگی ازدواج میکنه. چرا؟ چون وقتی برادرش میبره 21 بوده، چون دوقلوان اینم 21 بوده، دو سال بعد وقتی ازدواج میکنه تو 23 سالگی ازدواج کرده. او در چه سالی ازدواج کرده؟ کی ازدواج کرده؟ خب در سن 23 سالگی ازدواج کرده. 93 سالگی هم 42 سالش بوده، فوت کرده. پس 42 بوده، فوت کرده. چند سال قبلش ازدواج کرده بوده؟ 19 سال قبلش ازدواج کرده بوده. پس 93 رو منهای 19 بکنیم،
بله، همونطور که خیلی از دوستان پاسخ درست دادن، گزینه یک در سن 74 سالگی ازدواج کرده بوده. بریم سوال بعدی. در 24 شهریور، مثلا الان 24 شهریوره، سینا میگه تولد من از امروز دقیقاً دو هفته دیگر. خب وقتی میگه از امروز دو هفته دیگره یعنی چی؟ یعنی این که الان 24 شهریوره، 7 روز میذاریم جوش، میشه اول، در واقع امروز 24 شهریوره، 7 روز میذاریم روش که یه هفته بگذره، میشه خدمتتون عرض بکنم که 31 شهریور، چون تا 30 تا 6 تا بذاریم میشه 30 شهریور، 31 میشه چی؟ میشه 31 شهریور میشه 7. یه هفته دیگه هم بذاریم رو اون 31 شهریور میشه 7 مهر. البته تو اون سالی که این سوال اومد یه خورده در واقع اختلاف نظر بین اون در واقع معلم‌ها پیش اومد که آقا شاید منظور ششم مهر بوده، چون گفته از امروز ما داریم مثلا فرض بکنید 7 تا به این اضافه میکنیم، شاید مثلا امروز رو هم حساب کرده باشه. میگیم آقا ما به شاید و اما اگر کاری نداریم. عرفش اینه که وقتی میگه آقا از امروز، درست؟ امروز 24 شهریور، دو هفته دیگه، یعنی 14 روز باید روی این واقعه بذاریم. درست شد؟ دو تا 14 روز چی بذاریم؟ به هفته مهر میرسیم. پس هفته مهر بهترین گزینه برای این سوال هستش. پس سوالات سن و سال به این ترتیب تا حالا اومده. اما سوالات سن و سال فقط به همینجا ختم نمیشه. اگر اینطوری به ما بدنش که خیلی راحت میتونیم حل بکنیم، که اینطوری هم بوده، یعنی چه بسا برای شما این تیپیا بدن به راحتی بدون هیچ فرمولی، تکنیکی، نکته‌ای میتونی حلش بکنی. اما گفتیم که باید پیش بینی بکنیم، کما اینکه بوده سوالاتی که توی سال نبود، توی چند سال نبوده، مثل که فقط داده یوز پارسال اومده. حالا باید پیش بینی کنیم که اگر سوال سن و سال، چون بالاخره مطرح شده، اگر امسال خواست بیاد، و مدلشو عوض کردن، سخت‌ترش کردن، ما بتونیم حلش بکنیم. بر این اساس من میخوام یه سری اطلاعات به شما بدم. خوب دقت کن. ببینید بچه ها، اگر سوالات سن و سال یه خورده سخت‌تر شد و ما به این صورتی که الان تا حالا اومده بوده نتونستیم حلش بکنیم، چی باید بلد باشیم؟ استفاده از حروف در ریاضی رو باید بلد باشیم که بهش میگیم علم جبر. من خیلی مختصر توی این TNT برای شما در مورد جبر صحبت میکنم. جبر رو خوب یاد بگیرید. جبر درسیه که تو سال هفتم تو فصل سوم کتابتون یاد خواهید گرفت. منتها من الان به عنوان یه ابزار، یه تکنیک بهت یاد میدم، با خودت ببر سر جلسه. خیلی از سوالات آزمون با این ابزار قابل حله. ممکنه بگید آقا مگه نگفتن که تو آزمون تیزهوشان از ششم ابتدایی میدن، از پایه‌های بالاتر نمیدن، پس اینکه مال پایه بالاتره. درسته، از پایه‌های بالاتر نمیدن. اگر سوال سخت‌تر سن و سالم بدن میتونی با اطلاعات ششم حل بکنی، ولی یهو میبینی 2 ساعت وقت تو گرفت، وقت آزمون از دست میره، آزمون تموم شد، تو هنوز داری این سوال رو حل. من دارم بهت یه ابزار میدم دستت، چطور طرف مثلا لوله کشه،
میخواد بره سر یه ساختمونی ابزاراشو با خودش میبره. شما هم ابزاراتو باید بریزی تو ذهنت با خودت ببری. نمیذارن نمیدونم موبایل و ماشین حساب و از اینجور برنامه ها با خود ببری که. پس باید یه سری ابزارهای بهت بدم بذاری تو ذهنت، بری سر جلسه امتحان بشینی که اگه دیدی سوالی وقتتو داره میگیره بتونی از این تکنیکا استفاده بکنی، تیز حلش بکن. استفاده از حروف در ریاضی که بهش میگیم جبر، که تو هفتم ایشالله میخونیدش تو فصل سوم، اینجا بهتون یه توانایی میده به عنوان یه ابزاره که میتونی برخی از سوالا رو به راحتی با این حلش کنی. دیگه 2 ساعت زمان نذاری، با این تکنیک بتونی سریع سوالو چیکار کنی؟ حلش بکنی. تو سوالای سن و سال اگر مثل این دو مدلی بود که سال 98 99 و 99400 پایینیش اومده بوده که اصلا به این تکنیک نیازت هم نمیشه، ولی ما حدس میزنیم که یه دفعه سوالو جوری بدن که فقط با اونا قابل حل نباشه، بعد بخوای از راه های ابتدایی حلش بکنی طول بکشه، زمان کم بیاری. این تکنیک رو یاد میدیم تو سوالای در واقع سن و سال، خیلی موقع ها به دردتون میخوره، خوب یاد بگیرید. تو موضوع های دیگه هم به دردتون میخوره، تو چند تا موضوع هست که جبر به کارتون میاد که من الان اینجا برای سن و سال میگم، خوب یادش بگیر. بعد تو موضوع های دیگه هم بهت یاد میدم، میگم جبری که اون رو بهت درس دادم تو جلسه صفر میتونی ازش چیکار بکنی، اینجا استفاده بکنی. پس هر موقع ما از حروف انگلیسی در ریاضی استفاده کردیم میشه جبر، درست شد؟ بهش میگیم علم جبر. کوچکترین قسمت تر جبر رو بهش میگیم جمله. پس ما الان میخوایم توی ریاضی حروف رو وارد بکنیم، درست شد؟ حروف اومدن تو کار. حالا یه دنیایی داریم پر از عدد و حرف. تو این دنیا کوچکترین قسمت جمله است. کوچکترین قسمت چیه؟ جمله است. چطور تو فارسی کوچکترین قسمت حرفه، حروف الف باه؟ تو دنیای جبر کوچکترین قسمت رو بهش میگیم چی؟ جمله. حالا به چیا میگیم جمله؟ مثل این 6x، یعنی یه عدد و حرف کنار همه، هیچی بینشون نیست، این تشکیل یه جمله رو میده. یه عدد و حرف کنار هم 17x منفی 4x منفی 3.5x 2/3x x، یعنی x خالی، یعنی یه حرف تنها هم یه جمله رو تشکیل میده. آقا مگه میشه این تنهایی اومده تو ریاضی؟ میگیم تنهایی بچه ها یه یک کنارشه. حروف تنها تو ریاضی اگه دیدی تو جبر، یعنی یه یک کنارشونه. این در واقع 1x، در واقع چیه؟ 1x که یک رو میتونیم چیکار کنیم؟ نذاریم. 16 عدد تنها هم یه جمله است. تو دنیای جبر عددهای تنها هم یه جمله به حساب میاد. پس ما تو دنیایی قرار گرفتیم که قراره با این جملات، واحدهای کوچیکمون اینا، با این جملات کار داشته باشیم. بعد به کمک اینا چیکار کنیم؟ مسئله میخوایم حل کنیم. چه جوری؟ میگم براتون. اینقدر با اینا مسئله حل کردن کیف میده و راحت میشه، میگی نه پای کلاسای من بمون. جمله های متشابه، حالا گفتیم کوچکترین واحد چیه؟ جمله است. این جمله ها ما به جمله های متشابه نیاز داریم. جمله های چی نیاز داریم؟ متشابه. خب یعنی کلی جمله است. گفتیم همه حروف انگلیسی میتونن بیان تو ریاضی دیگه. حالا همه اینا که میتونن بیان کلی جمله تشکیل میدن. اون جمله های متشابه رو ما خیلی باهاشون کار داریم. جمله های متشابه چی ان؟ اونایی ان که قسمت حرفشون عین هم باشه. مثلا 14x و 46x متشابهن چون حرفاشون عین همه. 7y و 32y متشابهن چون حرفاشون عین همه. 6a و 5/3a متشابهن چون حرفاشون عین همه. 8 و 153 متشابهن. بله، دو تا عدد تو دنیای جبر دو تا عدد تنها هم چی هست؟ متشابه هست. ولی مثلا 6A با 7Y متشابه نیست، یا 6A حتی با 6X هم متشابه نیست. ای آقا جبته 6 داره که داشته باشه. قسمت حرفی مهمه، قسمت حرفی مهمه متشابه باشه. حالا
حالا خدمت شما عرض کنم که وقتی این موضوع رو خوب بلد باشی میتونیم که ما کلی از اینا سوال حل بکنیم. البته بقیهش رو میذارم ایشالله برای جلسه آینده روز سه شنبه. اینا رو که الان بهتون گفتم یاد گرفتید حتما مرور کنید، یعنی در کنار تکلیفایی که دارید برای کفایت داده و آفلاین امروز که دیدید، تکلیفا رو که حل کردید، این رو هم قشنگ مرور کنید، جزوهش در اختیارتون هستش، تو پنلاتون هستش، خوب مرور بکنید. حالا میخوام جلسه بعد بپردازم بهش، بیشتر یادش بدم اینو بهتون تا بریم باهاش مسئله حل بکنیم. وقتمون رو به پایانه، یه نفر رو میتونیم وصل بکنیم باهاش صحبت بکنیم که اگه اشکال داری دست بلند کن. چند نفر زدن؟ با یه نفر میتونیم الان ما سریع صحبت بکنیم. بقیه گفتم سوالاتونو بفرستید، ایشالا من یا همونجا جوابتونو میدم یا خورد خورد تو کلاستان بهتون جواب میدم. اکثر سوالایی که پرسیده بودید در خلال کلاس من پاسخگو بودم، به بهانه های مختلف جواب دادم که وقت کلاس گرفته نشه. درود بر مانیا محمدزاده، طه احرابی، رضا سواعدی، فرناز نظرعلی، منصور حکمی. سلام. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ ممنون. خودتون رو معرفی کنید لطفا. من معین پورحسینی هستم. به به، آقای معین پورحسینی، از کدوم شهری شما؟ از شهر بجرور، استان خراسان شمالی. خیلی عالی، خیلی عالی. فکر کنم که شما تازه جمع پیوستی، درسته؟ بله. بله آقا، ما این از بجنود، ما دانش آموز زیاد داشتیم توی طرح جامعمون و دوستان الان هستن توی کلاس. خیلی خوش اومدید جانم، سوالتو مطرح کن. من میخوام برای آزمون تیسوشان که شرکت کنم. من توی عید آزمون کتاب مولتی کمپلکس رو خریداری کردم که آزموناشو توی عید زدم. بعدش من توی آزمونا که دیدم توی قسمت سوالات تشریحیش یک نمونه سوالاتی بودن که یک کلمه رو میدادم بعد جای خالی حرفاشو به صورت یکم پیچیده و سخت میدادم. بعدش ممکنه هم که سوالاتی توی آزمون تیسوشانم بیاد. ببین این سوالای اینطوری که بحث حروف و کلمه داره، کلاس هوش کلامی هستش. کلاس هوش کلامی رو استاد مقدسی درس میدن، کلاس بعد از منه، ساعت 6 امروزه، درست میگم؟ امروز ساعت 6 میتونی تو اون کلاس حاضر بشی، اونجا در مورد هوش کلامی صحبت میکنن که بله امکان داره از اون تیپ سوالا هم بیان. استاد مقدسی راجع به اون موضوع براتون نظر میده، چون تو تخصص من نیست، من نمیتونم این موضوع رو بگم، ولی بله این تیپی که میگید من دیدم تو آزمونا اومده. ولی بخواید در واقع دقیق تر مطلع بشید، کلاس های استاد مقدسی رو داشته باشید، میتونید که بفهمید که تو چه زمینه هوش کلامی میادش. ممنون، خواهش میکنم، موفق باشید. خدا حافظ. خدا دیگه. خدا حافظ شما. درود به همتون. خدا رو شکر که یه جلسه کلاس رو با هم دیگه خوب گذروندیم. به امید دیدار همتون برای روز سه شنبه. خدا نگهدار همگی. خسته نباشید.